رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. ممنون از وقتی که به من دادین. خواهش کنم، بفرمایید. آقای دکتر، من از مطلبی که میخوام بیان کنم هم خیلی شرم دارم و هم خیلی ترس دارم، الانم خیلی مضطربم. فقط ازتون اجازه میخوام که یه پیش‌زمینه از کودکی و از شرایطی که توش بزرگ شدم خدمتون بگم و پیشا پیشم میخوام بهتون بگم که دلیل اینکه این هیستری رو دارم خدمتون عرض میکنم اصلا برای این نیست که نمیخوام مسئولیت اشتباه و خیانتی که کردم رو به گردن نگیرم. فقط میخوام بدونین که تو چه شرایطی من بزرگ شدم. متوجهم، بفرمایید. من از کودکی مادرم اول خدمتون سریعا میگم که فقط بدونید چرا مادرم تبدیل به اون آدمی شده که الان هست و بوده. مادرم توی 2 سالگی وقتی که مادر خودش بچه پنجمش رو حامله بوده، مادرش به طرز ناگهانی کشته شده سر یک دعوایی که عموی مادرم که برادر شوهر مادر بزرگم می شدن لگد زدن به پهلوی ایشون و ایشون حامله بودن، افتادن رو خونریزی شدید و فوت شدن. پدر بزرگم سریعا ازدواج کردن، مادر 2 ساله منو دادن برای ادابشن یه خانومی که خودش خیلی مشکل روانی شدیدی داشت. مادرم رو تقریبا تا 16 سالگی بزرگ کردن و مادرم مورد ایموشنال ابیوز و بعض وقت فیزیکال ابیوز شدیدی قرار می گرفتن. واسه همین وقتی که مادرم با پدرم ازدواج کردن کلن یک آدم بسیار بسیار عصبانی و خشمگین بودن و همیشه این خشم توی زندگی ما به طور روزانه خودش رو نشون می داد به مدلای مختلف. اینم بگم که من بچه پنجم از 6 تا بچه هستم، دختر آخر، بچه اول و آخر پسر هستن و 4 تای وسط دختر هستیم و من دختر آخرم. یکی از صحنه‌های خشم مادرم که اصلا قابل کنترل نبود و اگر بخوام براتون توضیح بدم، زمانی بود که من فکر میکنم 5 سال یا 6 سالم بود. سر سفره شام نشسته بودیم، خواهر دومم، بچه سوم خانواده، خیلی با مادر من همیشه بک اند فورس می‌کردن و مامان من همیشه بیشتر با اون بچه اختصاصا درگیری زیادی داشت. و صحنه‌ای که من یادم میاد این که مادرم داشت هندونه کات می‌کرد و یه کارد بزرگ دستش بود و خواهرم دوباره طبق معمول سر سفره شام با مادرم شروع به دعوا و بک اند فورس کردن کرد و مادرم انقدر کنترل عصبانیتش دستش نبود که کارد رو پرت کرد و این کارد کاش توی پای خواهرم و خون فواره زد وسط سفره. و این یکی از صحنه‌هایی که من از مادرم به یاد دارم و از خشم مادرم که اصلا قابل کنترل نبود. از بچگی شاهد خیانت‌های زیادی توی خانواده بودم، از جمله برادرم که توی 19 سالگی متاسفانه ازدواج کردن، برادر اولم، و شاهد خیانت ایشون به همسرشون بودم. کمی بزرگتر که شدم فکر میکنم 5th grade بودم که خواهرم به همسرش که یه بچه هم داشتن چیت کرد و خواهر دومم که همین خواهریه که این داستان خشم مادرم با ایشونو الان خدمتون گفتم هستن که وقتی من 14 ساله بودم ازدواج کردن. همسر ایشون وقتی وارد خانواده ما شدن بسیار به همه بچه ها توجه ویژه‌ای داشتن، خیلی محبت میکردن، مثلا خیلی خودشون رو نزدیک میکردن و به همه، و از همون ابتدا خیلی به من خودشون رو نزدیک کردم و منم خیلی به خاطر اینکه ما همیشه love thirst بودیم خیلی بهش نزدیک شدم و خیلی روابط دوستانه داشتیم. و از همون اول متاسفانه ایشون سکشوالی شروع کردن به من interest نشون دادن و touch کردن و منم متاسفانه هیچ وقت انگار از این
اتنشن خوشم نیومد و هیچ وقت جلوشون رو نگرفتم و باهاشون همراه شدم. همیشه تو همون زمان هم احساس گناه شدید میکردم و میدونستم کاری که میکنم خیلی غلطه و همیشه توی اون زمان بچگی با از خواهرم خیلی عصبانی بودم که چرا مثلا شبها زود میخوابه و اونو با ما تنها میذاره، چون شوهرش همیشه تا مثلا نیمه شب همیشه با ما همش بیدار میمون و هر فرصت کوچیکی که پیدا میکرد مثلا من که مثلا تنها میشدیم خب منو میبوسیدن و تاچ میکردن. شما چند سال از اون خواهر کوچکتر بودید اگر اون 14-15 سال ازدواج کرده بود؟ نه ایشون من 14 ساله بودم، ایشون 21 سالشون بود. ایشون 6 سال از من بزرگترم. اوکی. و چه مدتی طول کشید این رابطه یا به حال این سوء استفاده و تجاوزی که نسبت به شما؟ تا زمانی که من توی ایران رفتم کالج. یعنی مثلا تو 4 سال بعد؟ بله. آیا فقط همون در مرز بوسیدن و لمس کردن بود یا از اون هم فراتر رفت؟ ایشون از یعنی هیچ وقت من بچه بودم هیچ وقت اینترکورسی وجود نداشت ولی کار خودشون رو میکردم و منم هیچ وقت من به خاطر این مسئله تراپی زیادی رفتم ولی حالا اونم خدمتون عرض میکنم، اما هیچ وقت ایشونو یعنی دوست داشتم این اتنشنو، یعنی من هم نه عادی عزیز اون هستم. نه تو این گونه شرایطون محیط و جو خانواده و اون استراب و خشم و افسردگی و نگرانی ها همه اینا دست به دست همیده، هیچ کس رفتار عادی و معمولی نداره، بلو از جانب یه بزرگ سالیست نسبت به یه نوجوان و بعدم خب به گونه که آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه هم از یه طرف عادی میشه هم از جانب دیگه کاری براش نمیشه کرد، چون میدونید برخی از اوقات شما در مقابل شرایط وضعیتی که قراره چیکار میکنید یا حتی رفتارتون خیلی زود معلوم میشه که بیفایده و بینتیجه است، بنابراین برمیگردی سر جای قبل. نه اون اصلا جایی نداره که اگر شما به جای 14-16 هم بودید حرفی میداشتید. بعد حال تازه در این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی یعنی که آدم به کی مراجعه کنه، از کی به کی شکوه و شکایت کنه. شما همچون پناهی نداشتید و هیچ وقت هم به حساب کار بد اونا گذاشته نمیشد بگذاریم از راست و دروغایی که همه در این زمینه ها سر هم میکردن. اونو میتونم متوجه بشم ولی میخوام ببینم اولا هیچ وقت خواهرتون به این موضوع شک نکرد یا دیگران؟ نه متاسفانه، یا نمیدونم اگر هم شک میکرد شاید شوهرشون، متاسفانه خواهر من خیلی نمیتونست خودشو دیفند کنه و زمانایی هم که اظهار ناراحتی میکرد بابت شب بیدار موندنایشون، چون خواهرام کارمند بودن و همیشه اگزاستد بود وقتی که میومد خونه تا حدی که میتونست بیدار میشد ولی حریف شوهرش نمیشد که بتونه بکشونتش مثلا توی رخت خواب که بخوابن و دیگه مثلا با ما تنها نمونه. آیا شما با هم زندگی میکردی؟ اول توی زمانی که عقد بودن، بعد که عروسی کردن رفتن خونه خودشون ما همچنان خب من و خواهر دیگه هم میرفتیم خونهشون و داستان عادلی تر از این میشه و زمانی که من بزرگتر شدم، من 20 سالم بود که خودم در ایران ازدواج کردم و 23 سالم بود که موو کردیم به امریکا و الان توی امریکا زندگی میکنم. البته از شوهر سابقم که با هم اومدیم امریکا جدا شدم، اونم داستانای خودشو داره که خدمتتون عرض میکنم. اما دفعه اولی که بعد از یک سالی که امریکا بودم، ببخشید 24 سالم بود و بعد یک سال که 25 سالم بود برگشتم ایران، دوباره روزی که رفتم خونه خواهرم، خب شب اونجا مونده بودم و خواهرم صبح رفته بود سر کار، اون همیشه به یه بهانه سر کار دیرتر میرفت، شوهرش دیرتر میرفت سر کار و همیشه میموند و ما مثلا با هم یه ارتباطی بود. ولی بعد که من متأهل بودم، یکی از اون روزا دوباره ایشون موندن خونه، خواهرم رفته بود سر کار، ایشون موندن خونه و دوباره داستان گذشته تکرار شد در سر من متأهل بودم. و بیماری خودم رو میخوام به شما بگم که تا چه حدی هست بود، یعنی در گذشته این بود که من حتی حاضر بودم اون زمان با ایشون شاید حتی سکس کامل هم داشته باشم ولی ایشون بود که در حد همون تاچ و بوسه تمومش کرد و ادامه دار نشد. و داستانی چرا فکر میکنید اون نخواست در حالی که دیگه
مانعی هم برای داشتن رابطه سر راهتون نبود. اولا کسی نبود، شما تو خونه بودید، بعدم شما ازدواج کرده بودید، هیچ جایی برای نگرانی نمی بود. فکر کنید چرا این کار رو نکردو؟ من هنوز هم این قضیه رو متوجه نشدم آقای دکتر، ولی یک شب که ما همه با هم رفته بودیم یه مسافرتی و برگشته بودیم، من تقریبا دو شب نخوابیده بودم و اگزاسته بودم. من و خواهر مجرد دیگه‌ای که دارم، ایشون از من بزرگ، اون یکی خواهرم از من بزرگترن، بین ما این دو خواهری که الان مورد بحث هست، ایشون بین ما دوتا هستن و مطلقه هستن. من و اون توی اتاق با هم خواب بودیم و ایشون هر دو فکر کرده بودن که من کاملا خوابم، برای اینکه خیلی روز طولانی بود و اگزاسته بودم. در صورتی که من بیدار بودم و هنوز خوابم نبرده بود، دیدم که همسر خواهرم اومد رو سر اون خواهرم و شروع کرد بوسیدن اون و من این صدا رو میشنیدم و اونجا بود که من اصلا تمام دنیا روی سرم خراب شد، برای اینکه به عمق فاجعه تازه اونجا بود که پی بردم که من از چه خانواده بیماری میام و خودم چقدر بیمارم و تمام اعضای خانواده من هر کدوم به طریقی چقدر بیماریم و این اتفاق فقط با من توی طول این سالها تنها با من این اتفاق نیفتاده، با اون یکی خواهرم هم این اتفاق افتاده. و اونجا بود که روز بعدش من به دامادمون، همین همسر خواهرم، گفتم که ما همه مریضیم، تو بیماری، من بیمارم، همه بیماریم و من دیشب که تو این کارو کردی بیدار بودم و صداتون رو شنیدم و این قضیه دیگه باید تموم بشه. و از اونجا بود که من دیگه با این آقا هیچ وقت صحبت نکردم و برگشتم امریکا و شروع کردم به درمان با تراپیست های مختلف. اما شما الان چند سالتون عزیز؟ من الان 40 سالمه و دوباره ازدواج کردم و دوتا بچه دارم. بچه ها چند ساله؟ دخترم 8 سالشه و پسرم 5 سالشه. فکر میکردم ترپی ممکنه به من کمک بکنه و این که نمیتونم تو این سالهای زیاد خودم رو ببخشم و خودم رو به شدت گناهکار و عمیقا آدم بدی میدونم و همین بد دونستن خودم و این که نمیتونم خودم رو ببخشم باعث شده که خیلی سرد راهم توی زندگی و پیشرفت شده. و بالاخره متوجه شدم، خیلی من همیشه فکر میکنم و کنکاش میکنم در خودم و بالاخره متوجه شدم که دلیل این که این هنوز بعد این همه سال نمیتونم این مسئله رو برای خودم برطرف کنم و گناه خودم رو ببخشم اینه که هیچ وقت با تراپیستام هم کاملا آنست نبودم، همیشه خودم رو ویکتم نشون دادم یا اونطوری که دلم میخواست راجع به قضیه فکر کنم که دردش رو برای خودم کمی راحت تر بکنم خودم رو به تراپیستام نشون دادم. آیا تراپیست های شما خانوم بودن یا آقا بودن؟ خانوم بودن. خب آخه وقتی خانم هست که معمولا این احساس نزدیکی و همدردی میشه. برای شما الان با نوعی که با موضوع برخورد میکنید، من نمیدونم چرا موضوع اصلی این شده که اولا حالا واقعیت و حقیقت رو آنگونه که بوده نگید، حالا اونقدر نیست. چرا مسئله بخشیدن و نبخشیدن مطرح؟ این که شما بگید من باید یه کاری میکردم که نکردم، من نباید خودم به هر حال به نوعی به این کار تن در می دادم، یا مثلا بعد شاید خودم از سر کنجکاوی یا هر چیز دیگه زمینه ای رو فراهم کردم که اون اتفاق بیفته، اینا که برای انسان با توجه به آنچه که هست موضوع بزرگی نیست و در هیچ دادگاه واقع بین عادل آگاهی که جرم یا گناه شمرده نمیشه که بعدن شما مسئلتون احساس گناهتون و یا عذاب وجدانتون باشه یا بخشیدن و نبخشیدن خودتون. یعنی میگم من فقط یه نگرانی دیگری دارم که حالا شاید بعد از پیام ها مطرحش کنم، و الا شما اگر فرض کنید با من در این باره صحبت میکردید، نه به خاطر کمک به شما بلکه به عنوان نگاه و نظری که دارم، حرف من این بود که مثل آدمی میمونه در مواردی از این قبیل که بهش گفتن مثلا خیلی شیرینی نخور و
رفته توی مهمونی، بعدا همه خوردن، اونم خورد. یعنی اینقدر این مسئله میتونست در زمان خودش وقتی اتفاق میفته موضوع عادی و معمولی باشه و ای بسا از 10 نفر 5 نفر این اشتباه رو میکردن، هر کس که بودند و هر جا که بودند. تازه با توجه به شرایط کودکی شما و زندگی که داشتید، که اینقدر چرا این موضوع رو اینقدر بزرگش کردید؟ یعنی باز این موضوع، فقط نگرانی من اینه که شما از طریق اینکه میخواید خودتون رو نبخشید، و الان هم یه دو دفعه تو صحبتتون بود، میخواید خودتون رو بد بدونید، و حالا که من بدم پس دیگه هرچی باید بشه شده، یا هرچی که قرار از بین بره رفته، پس حالا دلیلی نداره که مواظب رفتارم باشم و یا کار خوب بکنم. حتی برخی از اوقات حالا اگر یه اتفاق بدی هم افتاد، بگذار اون اتفاق بعد بیفته، چون به هر حال آب که از سر گذشت، حالا چه 1 متر چه 10 متره، در حالی که اصلا واقعیت چنین نیست. نمیدونم شما کجا دارید با این ذهنیت میرید. من اجازه دارم داستان بعد از این ماجراها را بگم. بفرمایید. من با همسر سابقم چه در ایران و چه وقتی که موو کردیم به امریکا خیلی مشکل زیاد داشتم و چندین بار با آدم های مختلف به ایشونم چیت کرده بودم، خیانت کرده بودم، و آخرین خیانتی که صورت گرفت با همسر فعلی بود، ولی اون در زمانی بود که من دیگه تصمیم به جدایی داشتم و با همسر فعلی آشنا شدم. سریعا از همسر سابقم جدا شدم و 2 سال بعد با همسر فعلی ازدواج کردم و از این ازدواج 2 تا بچه که خدمتون عرض کردم داریم. من وقتی که من به خاطر ایشوهای زیادی که خودم داشتم و از طریق نادرستی که با آدم ها آشنا می شدم، obviously آدم هایی رو به طرف خودم جذب می کردم که اونام ایشو زیاد داشتن. خیلی خودم رو مسئول می دونم بابت انتخاب همسر فعلی، به این خاطر که وقتی من با ایشون قبل از این که نامزد بکنم متوجه شدم که ایشون سکس ادیکت هستن و من همچنان ترپی می رفتم. من بگید مقصود شما از سکس ادیکت که مفهوم اینقدر وسیعی است که شاید 10 نفر 10 جور مختلف تعریفش میکنن که خیلی نزدیک به هم نیست. در حدی که در یک گفتگوی رادیویی میشه راجبش صحبت کرد، مقصود شما از این که سکس ادیکت هستن چیه؟ ایشون پورن ادیکشن داشتن و با مولتیپل پارتنرز ات دی سیم تایم، دیگه اون اواخر که با من آشنا شده بودن، مولتیپل پارتنر ات دی سیم تایم، ریسکی بیهیویرز، همه این چیزا رو داشتن. آخر ریسکی بیهیویر یعنی از نظر نگرانی برای بیماری یا حاملگی یا قصدتون بیماری که یه بیماری گرفتن؟ نه، ایشون یه بیماری گرفتن، به منم منتقل دادن، بدون انتقال دادن بدون این که من بدونم، و ریسکی بیهیویر از این که مثلا توی آنلاین نگاه میکردن، به من گفتن که هیچ وقت حاضر نبودن برن همچین خونه های این شرایط رو تجربه بکنن، برای اینکه ترس خطر از جانشون داشتن. ادورتایزمنت هایی که میذاشتن برای مردایی که بیان با هم، مردایی که ادورتایزمنت میذاشتن برای مردای دیگه که بیان با همسراشون سکس داشته باشن و اونا نگاه بکنن، به من گفتن هیچ وقت نرفتن و من هیچ وقت نمیدونم که حقیقت چی هست. اما درمان رو سریع شروع کردیم، من یعنی مجبورشون کردم که حتما 12-step پروگرام ها رو برن، خودم هم برای خانواده این سکس ادیکت ها رفتم و من دوره خودم رو کامل کردم، ولی ایشون دوره خودشون رو کامل نکردن هیچ وقت. چون ایشون ایرانی، همسرتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟ ایرانی هستن، ولی من زمانی که ایشون رو میت کردم 30 سال ایشون در امریکا زندگی میکردن. خب حالا ادامه بدید هر جور دلتون میخواد. تو این فاصله ما بالا و پایین های زیادی داشتیم، بچه دار شدیم و همیشه با هم زیاد مشکل و مسئله سر همین چیزهای مختلفی که من از ایشون پیدا می کردم داشتیم، ولی همیشه یه جوری پشت سر می ذاشتیم قضایا رو، تا اینکه من وقتی پسرم 10 ماهش بود من به برست کانسر دایگنوز شدم و دقیقا تو همون زمانی که دایگنوز شدم توی یکی از مهمونی هایی که با یکی از
در خونه یکی از دوستان بود، ایشون دید توجه زیادی به یه خانومی که اونجا بودن نشون میدن و اون خانوم دوبار ما رو خونه خودشون دعوت کردن و من متوجه این توجه شدم و همچنان میخواستم این مهمونی ها رو رفتیم برای اینکه من میخواستم یه ایوالیویتی بکنم که تا کجا ایشون میخوان ادامه بدن. و چون دقیقا زمانی بود که من خیلی وانربل بودم و مریض بودم، تحت درمان بودم برای کانسرم، خیلی بیشتر از همیشه این قضایی رو من تاثیر بدی گذاشت و من تصمیم گرفتم که از اون نقطه به بعد آدم مستقلی بشم. برای اینکه دو تا بچه داشتم فکر طلاق توی سرم اومد، ولی به خاطر مسئولیتی که در قبال بچه‌ام داشتم و اینکه خودم فاینانشلی استیبل نبودم، نمیخواستم هیچ وقت این ریسکو بکنم که بچه‌ها رو جدا بکنم، چون ایشون پدر خوبی هستن، یعنی تمام تلاششون رو میکنن که باشن و میدونم هم که ادیکشنشون رو. ببخشید صداتون یه ذره قطع و وصل میشه یا کم و زیاد میشه، لطفا نزدیک گوشی بمونید. زمین حالا که قطعتون کردم، همسرتون چند سالشونه؟ ایشون 15 سال از من بزرگترن، من 40 سالمه، ایشون 55 سالشونه. خب اگر الان 100 دلار درآمد حالا ماهیانه یا سالیانه یا هر چی شما هست یا ماهانه شما هست، خانوادتون چقدر شما در میاره، چقدر به ایشون در میاره؟ من همینو میخوام. ببخشید تلفنتون چرا اینجوری میشه؟ چه خبری هست؟ چرا قطع میشه؟ نه من خیلی معذرت میخوام، من نه جامو عوض کردم نه الان صدای منو دارین؟ الان مسئله ای نیست، فقط لطفا نزدیک گوشی بمونید، چون مثل که یک کمی هم که فاصله میگیرید صدا به یک باره میره. بفرمایید. خیلی معذرت میخوام. من از همون زمان تصمیم گرفتم که برگردم مدرسه و درس بخونم که بتونم روی پای خودم بایستم و همون باعث اختلافات زیادی بین من و همسرم شد، چون ایشون به شدت احساس خطر میکنن، چون من تصمیم گرفتم که پزشکی بخونم و از قبلشم پزشکی بخونید شما؟ بله، من قبل بچه دار شدنم هم پریمد استودنت بودم، ولی چون حامل شدم دیگه یه فوق دیپلم ساینس گرفتم و دوتا بچه هامو به دنیا آوردم. اون وقت مریضی پیش اومد، یه مقدار طول کشید تا دوباره برگردم مدرسه و الان پریمدم رو تموم کردم. قصدتون از پریمد یعنی چی عزیز؟ ما که در امریکا پریمد در یه دوره 4 ساله یه لیسانسی شما میگید که در رشته‌های مختلف میتونه باشه، بیشتر اوقات بیولوژی. بله. یا رشته‌های، ولی به عنوان پریمد اینو نمیشناسید. من آقای دکتر، من ساینس میجر هستم و نیرو ساینس ماینر هستم و پریمد ریکوایرمنت من این ترم تموم میشه و فارغ التحصیل میشم و باید امتحان امکتم رو بدم که وارد دانشگاه پزشکی بشم. شما جی پی اتون الان چقدره؟ 4.0. پس دانشگاه در گفتید ایالت کالیفرنیا هستی؟ نه، ما در ایالت اورگان هستیم. اون وقت در یه دانشگاه معتبر اونجا هستی؟ بله. اوکی. و من همین رو میخواستم خدمتون عرض کنم. دلیل این که احساس میکنم جلوی من تا حالا اعتماد به نفس نداشتم که بخوام فکر کنم من توانایی زیادی دارم، ولی بعد از همه این اتفاقاتی که توی زندگیم افتاد و همه این ماجراهایی که پشت سر گذاشتم، تصمیم گرفتم که دریممو فالو کنم و یه کسی توی زندگی برای خودم بشم. یه جورایی انگار میخوام به خودم بیشتر ثابت کنم که من میتونم، من توانا هستم و همین نبخ که فکر میکنم یک مقدار جلوی پیشرفت. من ازتون یه سوالی بکنم. آخه ببینید عزیز، اولا حالا ورودتون به دانشکده پزشکی تقریبا همراه هست با حداقل 7 یا 8 سال هفته 70 80 ساعت یا بیشتر درس خوندن و در بعدش در بیمارستان بودن. اینا با مادری و دوتا بچه چجوری سازگاری دارد؟ آقای دکتر، من دقیقا الانم خیلی درس میخونم، ولی همزمان سعی میکنم که با بچه هام خیلی وقت بذارم، هرچند خب خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و یکی از علل نارضایتی همسرم از همینه، چون ایشون میگن
حالا چرا یه رشته کوچیک دو ساله نمیخونی که فقط یه پولی در بیاری که کمک حال من باشه توی زندگی و اینکه باشی تو خونه با بچه‌ها و زندگیمونو در همین حدی که هست پیش ببرین. ولی اون زمانی که اون اتفاقات افتاد آقای من یه دیسترکشن بیشتری لازم داشتم و این درس به من یه انگیزه میده تو زندگی که انگار بیشتر پیش برم. و دیسترکشن از چی عزیز؟ نصب کنی دیسترکشن از چی؟ از یه تصوری که من خودم از چی عزیز؟ از مسائلی که با همسرم داشتم تو پی همه این سالها. و آقا چه مسائلی داشتید ایشون؟ ایشون آخه صبر کنید، شما با اون سابقه ای که خودتون اشاره میکنید تو حتی در دورانی که در زندگی زناشویی با کسی دیگه بودید با ایشون دوست شدن، ایشون و شما هر دو یه دست به خیانتی در زدید، بعد ازدواج کردید، حالا آمدید با یه همچین آدمی به قول خودتونم مشکلات و مسائل جنسی داره، حالا شما حساسیتتون شده درباره این که ایشون مشکلات جنسی داره یا ممکنه با کسی دوست باشه و این انقدر شما رو آزار میده که شما به خاطر اون تصمیم میگیرید برید درس بخونید. آقای دکتر اون زمانی که من با ایشون آشنا شدم دیگه به خودم قول داده بودم، قول دادم و پای قولم هم برای خودم واسدم و به خودم قول داده بودم که از این به بعد دیگه به خودم احترام بذارم و دیگه هرگز دست به کارهای ناشایست نزنم و دست به خیانت نزنم و اون آخر داستان برای من باشه. و تا به حالا بذارید صبر کنین، آیا شما در دوران ازدواج با این همسرتون که الان نزدیک مثلا 10 ساله درسته؟ تقریبا نزدیک به 12 سال. 12 سال. آیا به ایشون هم خیانت کردید؟ هرگز، چون به خودم قول داده بودم. نه من کاری ندارم، من نمیخوام. خیلی خوب، پس بنابراین شما با مشکلی روبرو نبودید. چون ببینید من نگرانیم در اینه که شما، نه اینکه مخالفتی با پزشکی خوندن شما دارم، ولی شما تا بیاد حالا امتحان امکت رو بدید بعد تو مصاحبه ها قبول بشید با توجه به سنتون، برای که اونا هم فکر میکنن ما دکتری میخوایم در حقیقت به نوعی تربیت کنیم، ترین کنیم که 50 سالگی میاد به بازار در حالی که میتونه 30 سالگی بیاد. یعنی شما چرا فکر کنید تو مصاحبه ها و یا انتخاب ها حتی در مرحله اول پزشکی بعدش در مرحله دومش برای تخصص اونم با داشتن دو تا بچه و یه مقدار گرفتاری های از این قبیل، اونم یه خارجی در یه کشوری مانند امریکا، اونم توی همچین رشته سخت سنگینی، شما چرا فکر میکنید اون قسمتی که به بقیه برای تصمیم گیری مرتبطه با شما هم کاری میکنن؟ ورود به کالج و اینا راحته، ولی ورود به دانشکده پزشکی و فارغ التحصیل شده اینا گفتم با هفته 70-80 ساعت کار با یک فردی یا مادری که دو تا بچه کوچک هم داره که احتیاج به توجه ویژه دارن و بعدم مسائل و مشکلاتی حالا از در خانوادگی یا روانی داشته یا داره، حالا اون مهم نیست، چرا فکر میکنید میتونید مثلا به 50 سالگی برسید و شما یا نزدیک اون مثلا پسش بشید؟ آقای دکتر من فکر میکنم پس این چیزی که الان میخوام خدمتتون بگم به شدت منو دعوا کنین براش. من همیشه آرزوم این بود که برم دانشگاه هاروارد و تمام تلاشم هم این هست که من جی پی ای خیلی بالایی دارم و فکر میکنم تواناییشم دارم. مطمئنم شما مخالف این قضیه هستین، ولی سوال من از شما همین بود که همسر من میگن خب شرایطمون اگر ما وست کوست هستیم، اگه بخوایم بریم ایست کوست تمام زندگیمون رو بایستی اینجا جمع کنیم و بچه های من از دوستاشون دور خواهند شد و مسائل مشکلات زیادی به وجود میاد مسلمن در این راه. اما همسرم اولش راضی نبودن ولی حالا میگن هر طوری هست من ساپورتت میکنم برو. حالا شما اول قبول بشید بعدن در این باره حرف بزنید. همین میخواستم ببینم اگه من همه تلاشم رو بکنم و قبول بشم. من تردید دارم. من تردید دارم شما قبول بشید. من تردید دارم، گفتم چون من توی مصاحبه‌های مربوط به انتخاب دانشجویان بودم در امریکا و خبر از این که به هر حال به همه چیزا نگاه میکنن،
اونا نمیان بگن ما مثلا $1,000,000 خرج یه دانشجو میکنیم دکتر بشه، در حالی که میتونه فرض کنید 40 سال دکتر باشه، 15 سال باشه یا 20 سال باشه، در مقام مقایسه است. بعدم شما یه برجستگی فوق العاده باید داشته باشید. بعدم خارجی هستید شما در امریکا عزیز، یعنی خود اون بار مثبتی که نداره. بعدم مادرید با 2 تا بچه، یعنی نمیخوام نظرتون عوض کنم من، چون اون کار رو درست نمیدونم و دوست ندارم، ولی من کم کم دارم به اینجا میرسم که شما یه زمینه ای میتونید برای هم یه اختلال شخصیت یا حتی اصلا حالت، شاید هنوز علائمی اونقدر نشون ندید ولی کمکی هست، حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی رو دارید. حالا آیا دیپریشن هم دارید یا نه رو نمیدونم، به همین جهت که بذارید پیام دیپریشن داشته. خب پس بنابراین آخه اینا وقتی با منیک دیپریشن اینا همخوانی نداره، یعنی من فکر کنم اینا یه مقدار بیشتر مجبورم چون رو خط راجع به آرزو شبیه تا به هدف. بله شما گفتم بید که حرف اولم رو زدم، شما اول قبول بشید بعد درباره راضی کردن همسرتون یا موافقت ایشون میشه حرفی زد. به علاوه اونجا از هر 1,000 تا الان یکی میرن دانشگاه پزشکی، بعدا از هر 1,000 تای دوم یکی به این دانشگاه های شناخته شده میرن، اونم به خاطر یه زمینه های معمولا تو اون رده استثنایی است. و شما سنتون و بچه هاتون و خارجی بودنتون همه استثنای منفیه. من نمیدونم با چه بهره هوشی شما از نظر اونا ارزیابی بشید، من نمیدونم که اونا چه توانایی هایی در شما میبینن، نمرات شما اصلا چه هست، چون خیلی خیلی مهمه که شما دانشجوی به هر حال 4 point student باشید، نمیخوام، ولی در این حالم ای بسا توی کلاس 100 نفری 10 نفر 15 نفر هستن، ما بعدا قراره تو این 10,000 نفر یه نفر باشیم. انتخاب مسئله من و بعدم اصلا چه اهمیتی ثبت کنیم. من اگر هدفم پزشک شدنه و یه دانشگاه خوب رو میفهم، ولی یه مرتبه دانشگاه هاروارد رو مبنا قرار دادم برای که با توجه به تعداد ورودی که این دانشگاه دارن، من حتی 2 تا دانشگاه معتبر رو در زمینه چیزهای دیگه میشناسم که یکیش 100 تا دانشجو میگیره و یکی 500 تا، 2 تا دانشگاه بزرگ و معتبر هستن، یعنی حتی برخی از اوقات آدم ها میرن به سمت اونجایی که شانس و احتمال رفتنشون 5 برابر یا 4 برابر بیشتره، بلکه شما هیچ کنم از اینها نگرفتی، یعنی شما در یه دنیای ذهنی فرضتون این بوده که احتمالاً شاید از همونطور که به مقدار زیادی هم از ذره خیلی هم درسته، شاید هم درسته، دانشگاه هاروارد یا نامش اولینه پس من میخوام برم هاروارد، ولی اینا معمولاً مال کسی است که یه ویژگی شخصیتی و یا زمینه منیک دیپریشن یا حالا من دیپریشن حداقل منیک رو داره و شما من میگید اونم داشتی. برای من چرا شما رو نیارم که در حالت این شیدایی یا سرخوشی است که خوشبین و مثبت و امیدوارید از عهده همه کارا برمیایید تا میرید، و وظیفه من در یه چنین شرایطی که شما اینقدر دارید تند میرید، البته الان خطری به اون صورت نداره، حداقل مواظب باشم که این سرعت سر اولین پیچ کار دستتون نده و بتونید همچنان خودتون رو اداره کنید. آقای دکتر من با تمام چیزایی که شما فرمودین هیچ مخالفتی ندارم، کاملا موافقم. رفتن به هاروارد it's a long shot و من میدونم که بیشتر یه آرزوه تا اینکه شاید واقعا نتونم، یعنی خیلی 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 سخت و محاله که من بتونم اینو به واقعیت. خب حالا پس چرا وارد زندگیتون میکنید؟ چرا الان میاد با همسرتون راجعش صحبت میکنید؟ چرا موضوعی برای ای بسا نگرانی یا اختلاف به وجود میارید؟ چرا میشه مسئله مشغولیت ذهنی شما؟ آخه یه چیزی که نزدیک به، ببینید شما تا زمانی که این مراحل بگذرونی، فرض کنید امتحان امکتتون رو بدید، نمرات بیاد، اینا ای بسا هنوز 6 ماه 9 ماه دیگه است، بعدش هم اون موقعی که با یه واقعیت روبرو هستید آدم ها میتونن تصمیم بگیرن. به من بگن حالا بیا با این شرط ها تصمیم بگیر، برای شما که نمیتونید بگید فقط اون دانشگاهه. ببینید عزیز، بذار من به شما یه چیزی بگم. یه جایی مثل این دانشگاه های بزرگ امریکا
یا مثلا 10 تا دانشگاه اول امریکا. اینا برخی از اوقات، اولا یادتون باشه کسانی که میرن دانشکده پزشکی بسیارشون 21 یا 22 سالن، حتی عده 20 سالن، یعنی اینا 16 سالگی حتی دیپلمشون رو گرفتن. بعدم از مدارس فوق العاده خوب آمدن با یه سابقه ای بسا دنبال این کار بودن، نه تنها از امریکا، ای بسا از دانشگاه آکسفورد یا کمبریج انگلستان هم اومدن. تعدادی هم که میپذیرن محدود، یعنی میخوام بگم انتخاب اون دانشگاه ها دانشگاه سنگینیه. همینجا بسیار بسیار مهمه که به این توجه داشته باشید، یعنی شما چرا الان یه موضوعی اصلا حتی شدنی باشه. بعدم شما فکر کنید 3 تا استاد گرفتن نشستن یا برخی از اوقات بیشتر، اوضاع رو ارزیابی می‌کنن، حتی نمرات شما خوب، در مقابلشون یه مقدار پسر و دختر 21 2 ساله هستن، در مقابلشون یه خانم 42 3 ساله، اونم خارجی، اونم با 2 تا بچه، چون همه این اطلاعاتو دارن. خب حالا حتی اگر برابری رو ببینن چه میکنن؟ بعد شما الان چرا مطرحش میکنین؟ چه اهمیتی داره؟ یعنی ببینید عین موضوع، نه صبر کنید، عین موضوعی که شما سر مسئله گناه را انداختید مربوط به گذشته، یعنی در حال شما نیستید، یا تو گذشته اید یا میرید آینده ای که کاملا احتمالش کمه. حتی خودتون حتی لغتی به کار که من به کار نبردم گفتید محاله. خب من برای چی دنبال یه چیزی که احتمالش کمه برم؟ اونم تازه قرار نیست براش کاری بکنم یا نمیخوام کاری نکنم. شما میخواید درستون بخونید بخونید، شما میخواید امتحانتون رو بدید بدید، نمراتون بیاد، برای تو امریکا نمیدونم چند صد تا دانشکده پزشکی هست، خیلی هاشون هم برحال ورود به اینا ممکنه مشکل باشه، اما وقتی تخصص میگیرید تو میای، شما از 100 تا دکتری که میرید مثلا تو رشته های پزشکی اونقدر کاری نداره کسی از کجا فارغ التحصیل شده. اگه کسی جایگاهی میانه همکارانش پیدا میکنه به خاطر دانشش یا توانایی هاش که از یه جای دیگه اونو نشون داده، و الا از 100 تا بیماری که برای این متخصص داخلی یا حتی متخصص قلب میرن، 95 تا اهمیت نمیدن که این آدما از کجا فارغ التحصیل شدن. خیلی از اوقات هم در یه تحلیل اونقدرها معنیدار نیست، نه اینکه اصلا، ولی یعنی میخوام به شما بگم برای کی میخواید این نمایش رو بدید که براتون این لغت مهمه. بیشتر برای خودم که به خودم ثابت کنم که من توانا هستم و میتونم. آخه من که برای خود ثابت کردم به خودم قرار نیست خودم رو به آتش بکشم عزیز. آخه خودم چی ثابت کنم؟ آره من که میدونم کی هستم. اینم از اون حرف هاست. ثابت کردن خودم در چی؟ در مقام بایسته با خودم که من میدونم صبح که پاشدم تنبلی کردم یا یک کاری کردم، امروز 4 ساعت یا 14 ساعت کتاب خوندم، توانایی های خودم رو میدونم. ای حرفم این است که دیگران من چرا ارزیابی میکنم؟ بس برای خودم نیست. اگه این دیگران برای دیگرانم هست، یعنی بیشتر نه آخه پدنشاش. نه نه چی عزیز؟ اون کردنشالش برام خیلی مهم بود که فارغ التحصیل مثلا دانشگاه هاروارد باشم، برای اینکه من همونطوری که خدمتتون گفتم من هیچ وقت خودم خوب و توانا نمیدیدم و الان توی یه نقطه تو زندگیم وایسادم که احساس میکنم هم به خودم و هم به دیگران یه جورایی انگار میخوام ثابت بکنم که نه من میتونم، من این توانایی رو دارم. و نه من حرفی ندارم عزیز، هنوزم ببینید من گرفتاریم با شما در اینه که خیلی مطمئن به برخی از موضوع نیستم عزیز. بذارید من به شما یه چیزی بگم. از 1000 نفر آدمی مثل شما که تو این راه ها میان، 900 تاشون از پا در میان. جهان پر از همه آدمایی است که یه تصورات بسیار بزرگ دور از حد داشتن و از بین رفتن، ولی کسی راجع به اون حرف نمیزنه. این جلساتی که حالا به خاطر کرونا کم شده یا به هر حال به گونه دیگه دارن، ولی که مردم رو جمع میکنن و هول میدن که شما میتونید چنین باشید و چنان باشید و نه تنها خواستن توانستن، اصلا خواستن داشتن، از این پرت و پلاها، و بعد یه نفر رو علم میکنن که از کجا به کجا رسید که حرف کاملا درستیه، ولی به اون هزارتایی که به خاطر این تصورات همه چیزشون خراب شده و به زندگی عادی و معمولی نرفتن که کسی حرفی نمیزنه عزیز. شما روزی که میگی در المپیک این نفر اول شد، شما یه دفعه ای بسا تو اون رشته 10,000 یا 100,000 تا آدم بودن، و بعدم 1,000,000 نفر هم به خاطر اون جایگاه یک مسیر زندگیشون رو به هم ریختن، خانوادهشون رو به هم زدن، شرایطی رو دگرگون کردند و به اونجا هم نرسیدن، تازه سرخورده شدن.
به همین جهت است که وقتی که عرض میکنم من تمام این برنامه رو برای یه چیز گذاشتم، واقعیت واقعیته. مسئله اینه که من چند اندازه، یعنی شما خدمتتون گفتم از این بابت که کسی رو که میخواد این چنین بدرخشه من بگم کمکی صبر کن، اصلا خوشحال نیستم، برای که این نظام ذهنی من نیست. ولی وقتی رو خط رادیو میاد من یه مسئولیتی در مقابل بقیه هم پیدا میکنم. یعنی من عرضم این است که اون 3 تا 5 تا استادی که دارن شما رو ارزیابی میکنن، بعد از حتی نمراتتون، اصلا همینقدر که نگاه کنن به یه پسر و دختری که آمده اونجا امریکایی نشسته 21 سالشه 20 سالشه 16 سالگی حتی دیپلمش رو گرفته، نمراتش فوق العاده است، 2 سال اصلا تو بیمارستان کار کرده، اصلا تو این زمینه مایه بوده و یک بار اومده در سن 20 سالگی نشسته اونجا، میگم میخوام بیام دانشکده پزشکی شما و شما اونجا تشریف ببرید با 42 سال سن و 2 تا بچه و بگید منم اومدم. حتی عرض کردم در شرایط مساوی، بعدم تعداد زیادی که نمیگن 10,000 تا دانشجو که نمیگیرم، من نمیدونم ظرفیت دانشکده پزشکشون چقدره، ولی در حد چند صد نفره، اونم صد پایین نه 700 و 800 نفر. نمیدونم شما میدونین چند نفر رو میگیرن هر سال؟ دقیق هنوز نمیدونم ولی فکر میکنم حدود نه شاید دارم اشتباه میگم 100 خورده. نه اون که باید احتمالا بیشتر. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، باورم کنید شما حتی یه همچین اطلاعاتی رو به دست نیوردید. آخه ببین عزیز، استیبونی که من بگم من میخوام برسم به تو فردا، میخوام برسونم پیاده خودم رو به نیویورک، آخه یکی به من بگه میدونی 3,000 مایله؟ من میگم اینو نمیدونستم. آقای دکتر من ریسنتلی تازه دارم شروع میکنم که ریسرچ همو انجام بدم. شما okay, من... حالا بنابراین پس کاراتون رو بکنید، بی خودی هم الان خانواده و زندگیتون رو درگیر نکنید، دنبالش هم میخواید برید من هیچ حرفی ندارم ابدا، گفتم اصلا از این بابت احساس خوبی هم ندارم بس. چون همیشه امیدم این بوده که، ولی من دلم میخواد آدم ها واقع بین باشن عزیز. ببینید ما یه هدف ممکن داریم، یه هدف ممکنی که واقعی است و شدنی است و بعداً براش استراتژی داریم، یعنی نقشه و طرح و برنامه، و بعد توان انجامش رو داریم، آغاز کار و انجام و یا پایان کار. بعدم تازه وقتی است که به خود من اگه مرتبط باشه من میتونم اینقدر محکم باشم، ولی وقتی دیگری یا دیگران مطرحن مسئله کاملا فرق میکنه. من با صدها مورد ازدواجی توی کار تراپیم روبرو شدم که فقط و فقط و فقط و فقط یه نفر ازدواج رو به هم زده، یعنی برای که اون یکی هیچ کاری نمیتونسته بکنه، در حالی که ای بسا 10 برابر بیشتر از کسان دیگری که تو زندگیشون برای موندن جنگیدن جنگیده، ولی یه طرف همه رو خراب کرده. برای شما وقتی به خودتون مرتبطه به من بگید من میخوام فردا صبح بلند شم، بله، ولی من میخوام 100 نفر دیگر رو با علاقه فردا صبح بیدار کنم، من اونجا معطل میمونم و اینجا شما وارد صحنه رقابتی امریکا میشید. شما به من میفرمایید من میخوام برم دانشگاه، مسئله نبود، 100% میتونستید همینقدر که میخواستید و حاضر بودید کارهای لازم رو انجام بدید، دیگه به بقیه مرتبط نبود ورود به دانشگاه، اما ورود به یه دانشکده خاص در امریکا، اونم در یه رشته مشخص، برمیگرده به اینکه اونا این قرباری که میکنن چه چیزایی رو ازش رد میکنن و چی اون تهش از 1,000 تا سنگی که اونجاست اون دوتایی که میمونه چند روزه با درشت باشن که از این قربار رد نشده باشن و در اونجا دیگران مطرحند. به همین جهت که از 160 یا 164 هزار نفر که میخوان برن تو مسابقات بسکتبال امریکا NBA حرفه‌ای کار کنن یه نفر میره، و از 11,000 نفری که آدم میخوان هنرمند بشن به عنوان هنرمند در امریکا یکی میره، تو 11,000 تا یکی خیلی متفاوته تا اینکه همون 11,000 تایی بسا 8,000 تاش میتونست بالاترین مدرک دانشگاهی رو بگیره، ولی رفت دنبال یه کاری که 1 در 11,000 بود یا اونجا 1 در 160,000 بود. به همین جاست که اون زمینه رقابتی رو داشت باشید. عرض من این است که هر کاری میخواید بکنید لطفاً بکنید، ولی از حالا دنبالش هم برید، تصور و تخیلتون هم باشه من مسئله ای ندارم، ولی هم واقع بینانه باشه هم پرسش هایی که مربوط به اون کار هست رو یا چیزهایی که دیگران مثل همسرتون و بچه ها با درگیر بشن رو بگذارید اون زمانی که بهش نزدیک شاید انجام بدید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. واقعا ازتون ممنونم آقای دکتر، کمک بزرگی به من کردید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.